سرخط خبرها در برنامه امشب تلویزیون آشنای صدای امریکا. یافته های تازه و تکان دهنده یک نهاد دخیل در مبارزه با فساد اداری راجع به پدیده غصب زمین و موجودیت ادویه غیر قانونی در افغانستان. ملګری ملتونه وایي د اسلامي دولت یا داعش سره باید مسلمانان نظریاتي جګړه وکړي، او وایي تر هوایي بریدونه به نظریاتي جنگ ډیر ګټور وي. برښنا مؤسسه قراردادی را با شرکت آلمانی زمنز امضا کرد. ارزش و اهمیت این قرارداد برای افغانها چه خواهد؟ او یو شمیر افغانان له کابل تر لاهور په بایسکل ځي. لکرکت نوروز تا دیتا د بایسکل دیپلوماسی ویلی شو. دا او نور مهم خبرونه با داشنا تلویزیون په دی یو ساعت کې وګورئ. با تقدیم سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان گرامی تلویزیون آشنای صدای امریکا، احمد فاضل لامی هستم و برنامه امروز چهارشنبه 28 عقرب سال 1393 شمسی را از شهر واشنگتن دی سی تقدیمتان می دارم. در این برنامه علاوه بر خبرهای داغ جهان، شما را از رویدادهای مهم داخل ایالات متحده امریکا نیز آگاه خواهیم ساخت. اما نخست از خبرهای افغانستان آغاز می کنیم. در شهرهای بزرگ افغانستان به خصوص پایتخت، حملات انتحاری در سه ماه گذشته سال 1393 68% افزایش یافته است. عبدالحسیب صدیقی، سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در کنار این مطلب افزود که در تمام سطح کشور و در این فاصله زمانی حملات راکتی، بمب‌های مغناطیسی و حملات تهاجمی گروهی مخالفین 45% کاهش یافته است. آقای صدیقی همچنان حملات اخیر مخالفان را فقط ابزاری برای جلب توجه رسانه‌های ملی و بین المللی و راه اندازی یک جنگ تبلیغاتی بر ضد مردم افغانستان عنوان نمود. قابل یادآوری است که در سلسله خشونت‌های اخیر در افغانستان هفته گذشته نیز چندین حمله انتحاری صورت گرفت و در مهمترین آن که بر روز یکشنبه بر جان شکری بارگزی عضو ولسی جرگه در سرک دارالامان رخ داد، 3 غیر نظامی کشته شدند. در ظرف 45 روز گذشته البته با در نتیجه عملیات های مؤثر پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی، حملات های راکتی، ماینگذاری ها و حملات مسلحانه در سطح کشور البته 45% تقلیل یافته، اما در شهرهای بزرگ 68% ازدیاد یافته. سخنگوی ریاست امنیت ملی افزود که وضعیت جنگ جبهه‌ای طالبان در دو ماه اخیر از 22 ولایت به 6 ولایت تقلیل یافته است. کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در یک گزارش تازه اش به موضوع فساد در پروسه واردات ادویه به افغانستان پرداخته است. در این گزارش گفته شده که بیش از نیم دوایی که در بازارهای افغانستان عرضه می شود غیر قانونی و کم کیفیت می باشد. کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که همکنون به ارزش 700 الا 800 میلیون دلار دوا در بازارهای افغانستان وجود دارد که به ارزش حدود 400 میلیون دلار این دوا به شکل قاچاقی وارد گردیده است. مسئولان این کمیته امروز در کابل به خبرنگاران گفتند که در تورید ادویه به افغانستان مقامات بلند رتبه دولتی، اعضای پارلمان و وزرا دست دارند. در افغانستان 450 کمپانی خارجی برای تولید ادویه ثبت گردیده و 300 کمپانی بیرونی به افغانستان ادویه تولید می کند، ولی با کیفیت بسیار پایین. حتی فروش این ادویه در پاکستان ممنوع است. اگر افغانستان را با این مقایسه نماییم، این که 1.3 میلیارد نفوس دارد، تنها 93 کمپانی در آن کشور ادویه تولید می کند. البته گفتنی است که در قسمت موجودیت فساد این ششمین گزارش اداره نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری بود و در یک گزارش جداگانه کمیته نظارت و ارزیابی که راجع به غصب زمین ها تهیه شده آماده است که طی 13 سال اخیر در افغانستان 2.1 میلیون جریب زمین غصب شده و یماترابی عضو این کمیته گفت که برای استرداد این زمین ها در سالهای گذشته کدام اراده سیاسی وجود نداشت. بیشترین غاصبان زمین کی ها هستند و برای بازپسگیری این زمین های غصب شده حکومت چه راه های در اختیار خواهد داشت؟
برای کسب معلومات بیشتر در این زمینه صحبتی داریم با محترم یما ترابی، عضو کمیته مشترک ارزیابی مبارزه با فساد اداری که از استدیوی کابل مهمان برنامه ما هستند. آقای ترابی سلام بر شما، خوش آمدین. خب در اول اگر این را برای ما بگوین که بر اساس یافته های شما بیشترین غاصبان زمین کیا هستند و فعلا در چه موقف های قرار دارند؟ خب بیشترین غاصبان زمین افراد بودند که در 13 سال اخیر اینا به سطوح بلند با حکومت در تماس بودند یا وابسته افرادی بودند که در قدرت بودند و یا هنوز هم هستند. مگر فکر کنیم به کتگوریاش مثلا والی سایبا، وکیلا، وزیر سایبا و به سطوح بالاتر از اینا. مشکل ای بوده که در گذشته اراده سیاسی قوی وجود نداشته و در عین زمان که اراده سیاسی قوی وجود نداشته ما اصلا امو قوانین درست نداشتیم که مبارزه دقیق داشته باشیم با غصب زمین. اگر ببینید شما قانون جزای افغانستان اصلا غصب زمین تعریف هم نمی کنه و اون چیزی که امروز ما با او غصب زمین میگیم شاید پنج یک موارد داره که بسیار کم میتونه برای رسیدگی کنه قوانین افغانستان بید. بله آقای ترابی، شما از والیا و افراد قدرتمند یاد کردین که گویا در غصب زمین سند داشتن، ولی شما حتما دریافت کردین، تحقیق کردین، شما میتونین که بعضی از نامها رو مشخصا به ما یاد بکنین به گونه مثال؟ نه، ما در این راپوری که نشر کردیم کوشش کردیم از افراد نام نبریم. چرا؟ هر باری که از افراد نام برده میشه مسئله مبارزه با فساد سیاسی میشه و مو هدفی که ما داریم به مو هدف نمیرسیم. ولی هدف ما اینجا چی است؟ هدف ما این است که در راستای مبارزه با غصب زمین یک اراده سیاسی و دوامدار ایجاد شود که ما در حکومت افغانستان بتانه بسیار به صورت دقیق یک پلان را، یک استراتژی را برای بندازه که بتانه مبارزه موثر داشته باشه. بله آقای ترابی، چند پیش والی هرات، والی کنونی هرات، دو والی پیشین ولایت را متهم ساخت که گویا در غصب زمین ها دست داشتند، که بعدن آقای سید حسین انوری و آقای یوسف نورسانی، دو تن والیا که متهم شده بودند، از طریق تلویزیون آشنای صدای آمریکا این اتهامات را به شدت رد کردند. آیا در این بخش هم شما کدام یافته داشتین، تحقیق کردین؟ نه، ما در این بخش تحقیق نکردیم، ولی ببینین وقتی که همچون اتهامات میشه باید که سارنوالی و محاکم افغانستان داخل عمل شوند و همو اتهاماتی که وجود داره اونا اگر برطرف کنن یا افراد که مظنون شناخته میشن برند به طرف زندان و جریمه که باید شوند و یایی است که برایت بیافن. ولی مشکل افغانستان، یکی از مشکلات اساسی که ما فعلا داریم همی است که اصلا غصب زمین به اون شکل که باید تعریف شده باشه در قوانین افغانستان تعریف هم نشده و بسیار مشکل است به اون مبارزه کرد. آقای ترابی، پیشنهاد شما برای حکومت جدید به خاطر استرداد زمین های غصب شده چیز، در حالی که بعضی از اشخاصی که گفته میشه در غصب زمین دست داشته فعلا هم در حکومت به گفته شما دست داره و یا مقامات بلند را در اختیار دارن؟ خب ما تقریبا امو راپوری که نشر شد 18 موردی است که پیشنهاد میکنن. از موارد مهمش اگر صحبت شود سر اول امو مسوده قانون غصب مبارزه با غصب زمین است که هنوز توشیح نشده، ولی ضرورت به این داره که تصویب شود و توشیح شود. و دیگه مسئله قانون اداری اراضی است که او هم باید توشیح شود. یکی این موضوع است. مسئله دیگه ای است که محاکم افغانستان خصوصا محاکم ابتدایی که ثبت میکنن وثائق زمین، اونا در قسمت ایجاد فساد رول زیاد دارن و باید این فکر شود که چطور میشه این مسئولیت از اینا بله. گرفته شد و برده شد به طرف یک بله. نهاد دیگه ترابی... مثلا ریاست اراضی افغانستان. بله، وقت برنامه کم است. یک سوال در راجع به گزارش که در مورد دواها تهیه کردین هم از شما مطرح میکنم، دواهای غیر قانونی که شما یاد کردین، در کدام کشور این دواها بیشتر ساخته میشه و این پدیده چه تأثیر ناگواری در جامعه افغانی میداشته باشه؟
60% دواها از کشور پاکستان وارد افغانستان میشه که در پاکستان شرکت های وجود داره که حتی دوایی که تولید میکنه در پاکستان فروش نمیشه، یعنی اونا اجازه فروش هم ندارن، روان میکنن به افغانستان و اکثریت از اینا کیفیتش بسیار پایین است. طبعا وقتی که شما دوای بی کیفیت یا با کیفیت بسیار پایین داشته باشید، افرادی که مریض هستن از استفاده میکنن جور نمیشن یا مریضیشان بدتر میشه. خب اداره کنترل دواخانه ها در وزارت صحت عامه وجود داره، چرا با کار خود عمل نمیکنه به نظر شما؟ یکی از موره های اساسی مبارزه با دوای بی کیفیت متاسفانه بگوییم که اونمو اداره فارمسی وزارت صحت عامه هست که اونا باید کنترل جدیتر کنن، ولی آنچنانه که باید کنترل شوه نمیشه. به مخاطر است که دوای بسیار با کیفیت در بازار افغانستان مشتی قسمت خوشبختانه بگوییم مشکل قانون و مقرره نداریم، ولی مشکل تشکیلات هم اداره رو داریم و مشکل فساد. بله تشکر از شما، سپاسگزار هستم آقای ترابی. در صفحه اختصاصی تلویزیون آشنای صدا آمریکا در فیسبوک نظر شما را در مورد دلیل عمده افزایش دواهای کم کیفیت در دواخانه های افغانستان پرسیده بودیم و نظریات دوستان صفحه این گونه است. آقای محمد زمیر صلاحی از سمنگان نوشته است یک دلیل افزایش دوای بی کیفیت در دواخانه ها سوء استفاده از سیستم بازار آزاد است. آقای ظفرخان درانی از کابل نوشته است عدم کنترل دواها از طرف حکومت، سوء استفاده دکتران و قاچاق دوا باعث این مشکل شده است. با تشکر از شما و این که هر روز در جواب به سوالهای فیسبوک تلویزیون آشنا نظر میدید، آدرس این صفحه را به یاد داشته باشید: facebook.com/voatvashna. و برای کسب معلومات بیشتر در مورد تغییر در زیاد و یا کاهش عملات مخالفین مسلح در افغانستان خواستیم صحبت مستقیمی داشته باشیم با عبدالحسیب صدیقی، سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، که خوشبختانه دعوت ما را پذیرفتند و اکنون از طریق سکایپ و ببخشید از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. آقای صدیقی سلام بر شما، صدای مرا میشنوید؟ بله آقای لامی سلام باشید. زنده باشین، تشکر از شما. خب در اول اگر بگوین کی این ارقام که شما امروز ارائه کردین راجع به کاهش و یا افزایش بعضی حملات، این بر اساس چی به دست آوردین و با مقایسه با کدام زمان؟ بله، تحلیلی که ما داشتیم و ارقام را که برای شما ارائه کردیم تحلیلی بود که 45 روز قبل از مراسم تحلیف و 45 روز بعد از مراسم تحلیف یا به خود رسیدن حکومت جدید، زمانی که ما مقایسه های خدا کردیم، نظر به ارقام که ما داشتیم، نظر به تعداد تهدیدات و تعداد عملیات ها و تعداد دستاوردهایی که ما داشتیم و از حملاتی که ما جلوگیری کردیم، 45% کاهش در حملات راکتی، حملات با ماین های کنار جاده و ماین های مغناطیسی و حملات تهاجمی به سطح افغانستان کاهش یافته. اما برعکس او، حملات انتحاری در شهرهای بزرگ و پایتخت حدود 68% اضافه شده. بله، خب دلیل این تغییرات چی بوده به نظر شما؟ طبقی که ما قبل هم گفته بودیم، طالبان در سال اخیر چندین بار با شکست‌های تکتیکی مواجه شد و این نمی باعث ازی شد که اونا از اول سال تا امروز 3 بار تغییر تکتیک یا تغییر شیوه جنگی خود تغییر بدن. در قدم اول اونا میخواستن که ولسوالی ها را سقوط بدن و مناطق مختلف افغانستان تا بتانن در اونجا پایگاه های دائمی مستقر کنن. در مرحله دوم اونا خواستن عناصر اقتدار ملی را هدف قرار بدن، از به طور مثال تاسیسات دولتی را، نهادهای امنیتی را، اینا را هدف قرار بدن. و زمانی که بعد از او که این تکنیکشان هم به ناکامی مواجه شد و برشان گران تمام شد هر بار، حالا کوشش میکنن که حملات را اجرا کنن که پوشش مطبوعاتی بیشتر وسیعه به خود بله. پیدا کنن. بله آقای صدیقی، معذرت میخوایم، چند روز پیش حمله انتحاری در کابل در سرک دارالامان رخ داد که توجه همگی را به خود جلب کرد. البته ظاهرا هدف این حمله خانم شکری بارگزی بود. طالبا مسئولیتی حمله را به دوش نگرفتند. تحقیقات شما در این مورد تا به حال به کجا رسیده؟ این حمله را آیا تا به حال دانستین که از طرف کی و به چه هدف صورت گرفته بود؟ طبقی که ما پیشترم برای شما گفتم، طالبان فعلا بیشتر در صدد از این هستند که یک جنگ روانی را
راه‌اندازی کنن و کوشش میکنن که زیادتر و زیادتر زمانی که حملاتشان تلفات ملکی می داشته باشه، اهداف ملکی می داشته باشه، او در دو سه بار واقع شده که مستثنان مسئولیت نگرفتن و حمله. یعنی به نظر شما کار طالب است ولی مسئولیت نگرفته؟ بله. کار طالب ها شبکه حقانی و همین گروه های تروریستی هستن که همیشه افراد ملکی را هدف قرار می دن و زمانی که می بینن که مردم قهر و غضب مردم به جواب از اینا برمیخیزه، اینا پس دوباره از مسئولیت گرفتن به خاطر عملات جلوگیری میکنن. تشکر از شما آقای صدیقی، یک جهان سپاس. قرار است برای نخستین بار یک سبستیشن بزرگ برق به توانایی 220 کیلوولت در چوک ارغنده کابل ایجاد شود. ریاست شرکت برشناک امروز قرارداد ساخت این سبستیشن را با شرکت زمنس امضا می‌کرد. گفت که این سبستیشن با کمک بیش از 21 میلیون دلار از سوی بانک انکشاف آسیایی احداث خواهد شد. عبدالرازق صمدی رئیس شرکت برشنا ایجاد سبستیشن جدید ساحه ارغنده را یک کمک بزرگ برای تأمین برق در کشور خواند و گفت که این سبستیشن به منظور انتقال برق به ولایت‌های جنوبی ایجاد می‌شود و افزود که کار ایجاد سبستیشن ارغنده تا 2 سال آینده تکمیل خواهد شد. یک قرارداد بسیار خوب است. این باعث میشه که ما به جنوب افغانستان، به میدان وردک، غزنی، قندار، قلات، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، مجرد که برق میرسه این برق ما تقسیم بکنیم به این ولایت برسانیم. با گفته رئیس شرکت برشنا قرار است در آینده نزدیک یک سبستیشن بزرگ دیگر با کمک بانک انکشاف آسیایی به توانایی 1000 مگاوات ایجاد شود و با آن افغانستان قادر خواهد شد که برق تجارتی را نیز به کشورهای دیگر انتقال بدهد. نیروهای امنیتی اسرائیل خانه یک مرد فلسطینی را تخریب کردند که ماه گذشته 2 نفر را طی حمله در یک ایستگاه قطار آهن کشته بود. منزل این شخص فلسطینی صبح امروز چهارشنبه در منطقه سیلوان بیت المقدس شرقی تخریب شد. این خانه در نزدیکی مکان مقدس واقع است که مسلمانان آن را مسجد اقصا و یهودیان آن را جبل الهیکل می خوانند. اسرائیل پس از آن به چنین تخریب دست زد که دیروز 2 فلسطینی به یک کنیسه هجوم بردند و 4 تن را کشتند و 6 تن دیگر را زخمی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در تقبیه این حمله گفت که هیچ توجیهی برای حمله بر غیر نظامیان بیگناه وجود ندارد. در میان کشته شدگان واقعه کنیسه 3 تن آنان تابعیت ایالات متحده را نیز داشتند. با تأسف در طول ماه‌های اخیر نخستین تلفات نیست که ما شاهد آن بوده‌ایم. تعداد زیاد اسرائیلی‌ها و تعداد زیاد فلسطینی‌ها کشته شدند و در این مقطع دشوار فکر می‌کنم هم به فلسطینیان و هم به اسرائیلی‌ها مهم است که تلاش ورزند تا برای کاستن تنش‌ها و رد خشونت با هم کار کنند. حمله ای که بر روز سه‌شنبه در یک کنیسه بیت المقدس رخ داد، طی سالهای اخیر خونبارترین حمله در آن شهر شمرده می شود و بیم آن می رود که باعث تداوم خشونت ها در بیت المقدس شود. از جانب دیگر اسرائیل امروز چهارشنبه در برابر تصمیم پارلمان اسپانیا در مورد به رسمیت شناختن یک دولت فلسطینی اظهار ناخشنودی کرد. پارلمان اسپانیا فیصله نامه عمدتا نمادین به رسمیت شناختن فلسطین را با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسانید. کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد به روز سه‌شنبه خواهان کمپاین به رهبری مسلمانان علیه شورشیان گروه دولت اسلامی گردید تا عقیده این گروه کم اهمیت جلوه داده شود و میگوید این طریق ممکن بیشتر از حملات هوایی مؤثر گردد. شرح بیشتر این گزارش را از نجیب خلیل میشنویم که در استودیو با ما اند. خانم خلیل سلام، بر شما بفرمایید. سلام فواد جان. البته تقاضای کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد در قسمت مبارزه مسلمان علیه گروه دولت اسلامی در حال صورت میگیره که نماینده دائمی عراق در ملل متحد اوضاع عراق بزرگترین تهدید دهشت افکنی در جهان خواند و همچنان معاون منشی ملل متحد در امور خدمات بشری گفت اوضاع بشری در عراق روبه وخامت است. زید رادل حسین یک شاهزاده اردنی و اولین کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد از جهان اسلام و عرب
تأکید نمود که بسیاری از مسلمانان به خاطر جرایمی که گروه دولت اسلامی برای تحمیل عقاید خود بر آنها مرتکب شده اند، مخالف این گروه تندرو هستند. جرایمی که ممکن قتل عام، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی محسوب گردد. از شورا تقاضا میکنم تا برای از بین بردن عقیده خشونت و مرگ و به خاطر حقوق تمام مردم در عراق بدون در نظر داشت نژاد یا مذهبشان از این ابتکار حمایت کنند. به نظر من این موثرتر از حملات هوایی خواهد بود. در این زمان محمد صابر اسماعیل نماینده دائمی عراق در ملل متحد گفت آنچه گروه دولت اسلامی و گروه های دیگر مانند بوکو حرام انجام می دهند سوی تعبیر از اسلام و اهانت به مسلمان ها است. رغم استمرار معاناه العراق، عراق از بزرگترین تهدید دهشت افغانی در جهان متاثر گردیده است. با این حال عراق توانسته است تا سومین انتخابات آزاد را برگزار کند. ما یک حکومت اتحاد ملی همشمول را در عراق تشکیل داده ایم. از جانب دیگر والری اموس معاون منشی عمومی ملل متحد در امور خدمات بشری در اشاره به اوضاع بشری در عراق گفت اوضاع بشری در حال وخامت است. اوضاع بشری رو به وخامت نهاده است. 5,200,000 نفر به کمک ضرورت دارند. از آغاز سال تا کنون چندین صد هزار نفر در ولایت انبار از منازلشان بیجا شدند. بیشتر از 2,000,000 نفر در داخل کشور بیجا شدند و تعداد بیجا شدگان رو به افزایش است. در همین حال فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه در واکنش به مشخص شدن هویت دومین مرد در ویدیوی سربریدن کارمند آمریکایی که تبعه فرانسه می باشد بیان داشت که این ثبوت این موضوع است که چگونه جوانان شستشوی مغزی داده می شوند. از جانب دیگر کانگریس ایالات متحده از 2 هفته قبل که رئیس جمهور اوباما تعهد همکاری را با اعضای کانگریس در مورد اساسات قانونی قویتر عملیات نظامی نمود تا کنون آن را تصویب نکرده است. این در حال است که اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI می گوید گمان می رود که تقریباً 150 آمریکایی در ماهای اخیر به سوریه سفر کردند. جیمز کامی رئیس FBI روز سه‌شنبه گفت این افراد ممکن به گروه دولت اسلامی بپیوندند. جمهوری خواهان و دموکرات ها میگن که اداره رئیس جمهور اوباما این تلاش ها را در اولویت قرار نمیده و تا هنوز طرح را پیشنهاد نکرده که از کانگریس چی میخواه و یا ای که مقامات ارشد اعزام نکرده تا گواهی بتن. بنان احتمال میره که تصویب یا اجازه دخالت امریکا در مبارزه علیه شورشیان دولت اسلامی در سال روان توسط کانگریس صورت نگیره، شاید در سال آینده و او هم واضح نیست چی وقت. فواد جان تشکر از شما. به تعقیب کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست توسط یک پلیس سفیدپوست در شهر فرگسن ایالت میزوری آمریکا، والی آن ایالت اعضای یک کمیسیون مستقل را به منظور مصالحه میان سفیدپوستان و جامعه آمریکاییان افریقای الاصل گماشته است. واقعه 9 آگوست باعث شد تا تظاهرات خشونتبار و تنش‌های نژادی را در منطقه به بار آورد. گزارش لاتیکا هوک از خبر از صدای آمریکا را از همکارم می‌شنویم. خشم مظاهره کنندگان بعد از کشته شدن مایکل براون 18 ساله در شهر فرگسون ایالت میزوری ممکن یک بار دیگر در حال بروز کند که قرار است یک هیئت قضایی حکم خود را در طول چند روز آینده در مورد محکومیت و یا عدم محکومیت افسر پلیسی که بر مایکل براون شلیک کرده بود صادر کند. جی نیکسن والی ایالت میزوری حالت اضطراری را اعلام کرده و به سربازان گارد ملی دستور داده تا در صورت ضرورت برای حمایت از پلیس آماده باشند. وکیل مدافع والدین مقتول از مردم خواسته تا آرامش را حفظ کنند. در حالی که منتظریم همه نگرانند و میخواهند ببینند که هیئت منصفه چی حکم میکند. در این وقت از ابتدا بسیار واضح و روشن گفته ایم که این خانواده از همه میخواهند تا آرامش را حفظ کنند. اعضای جوامع امریکایان افریقای الاصل در سر تا سر ایالات متحده انکشافات در فرگسون را نظارت می کنند و اغلب بر این باورند که تبعیض نژادی هنوز هم به شکل گسترده در این کشور وجود دارد. این تنها در مورد فرگسون نیست. این کار در هر شهر امریکا جریان دارد. مردان جوان سیاه پوست در حاشیه قرار می گیرند. در هر شهر امریکا بارها برخورد غیر انسانی صورت می گیرد. با منظور تامین عدالت در شهر فرگسون، والی ایالت میزوری یک کمیسیون مستقل دونژادی را گماشته
تا ریشه های انقسام نژادی را دریابند و برای مبارزه با بی‌عدالتی اجتماعی راه‌های حل را پیشنهاد کند. در حالی که آنها واضحاً گروه متغایر هستند، روی ترویج تفاهم احساس مشترک دارند تا متعقن گردند که همه فرصت‌های مساوی، تعلیم و کاریابی داشته باشند و تا از حقوق مدنی تمام اتباع ما حفاظت صورت گیرد. ریاست این کمیسیون از سوی دو تن رهبری می شود. به همان اندازه ای که بیان ما مستقل است، آینده ما نیز مستقل می باشد. بنابراین گوش می دهیم و از یک دیگر می آموزیم. این مشکل یک یا دو سال نیست. این از صدها سال بدین سو جریان دارد. من خوش نیستم که با پسرم این کار شد. اما این باید با قضیه پسرم توقف یابد. در حالی که مردم در ایالت میزوری انتظار فیصله هیئت قضایی را می کشند، بعضی از سلاح فروشان در حومه فرگسون خبر می دهند که فروش سلاح افزایش یافته است. بخصوص در میان کسانی که برای اولین بار سلاح می خرند. با گفته فروشندگان در چند هفته گذشته میزان فروش سلاح تا 2 یا 3 برابر بلند شده است و هر روز حدود 30 تا 50 میل فروخته می شود. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. جو بایدن معاون ریاست جمهوری ایالات متحده واشنگتن را به مقصد یک سفر 5 روزه که شامل گفتگو با رهبران اوکراینی در آن کشور می شود ترک گفت. یک مقام ارشد قصر سفید می گوید که آقای بایدن نگرانی های ایالات متحده را در برابر نقض متداوم روسیه از موارد توافقنامه منسک که در 5 ماه سپتامبر انجام شد با اوکراین شریک خواهد ساخت. قصر سفید می گوید که روسیه اقدامات جدی بر مبنای اعمال ماده های توافقنامه منسک روی دست نگرفته است. ایالات متحده میگوید که روسیه همچنان در کار اجازه دادن ناظرین بین المللی به خاطر نظارت از منطقه سرحدی روسیه و اوکراین نیز ناکام مانده است. تیم ملی بایسکل رانی افغانستان در سلسله آمادگی برای مسابقات شارجه که تا 1 هفته آینده میان ورزشکاران 12 کشور برگزار خواهد شد و به مقصد یک مسابقه دوستانه امروز رهسپار پاکستان گردید. وحیدالله فیضی صافی در مورد آمادگی این تیم گزارش را تهیه کرده است که با هم یک جا میبینیم. تیم ملی بایسکل رانی افغانستان برای مسابقات دوستانه که تا 3 روز دیگر در پاکستان برگزار میگردد آمادگی میگیرد. اینان گروهی از بایسکلران افغان هستند که از کابل تا ننگرهار میان هم به رقابت می‌پردازند. فدراسیون بایسکلرانی افغانستان می‌گوید ورزشکاران از کابل الی شهر جلال‌آباد توسط بایسکل سفر می‌کنند و بعد از ارزیابی در مسابقه دوستانه که از شهر لاهور الی سهیوال پاکستان در 120 کیلومتر میان 10 تیم که 2 تیم افغانی در آن حضور می‌یابد شرکت می‌کند. هدف از این مسابقاتی است که ما بتانیم 6 چری بهتره برای مسابقات شارجه که 1 هفته دیگه برش وقت مانده تعیین بکنیم و 10 ورزشکار برای مسابقات پاکستان. امیر از که مسابقات ما در شهر جلال‌آباد خاطر میفه فردا ما روانه یک مسابقه بسیار دوستانه بین افغانستان و پاکستان داریم. ورزشکاران میگویند که از 2 ماه بدین سو برای مسابقات پاکستان و شارجه آمادگی گرفتند و آرزومند هستند دستپور به کشور برگردند. البته ارزش خاص داره بر ما این سفر چون همیشه رقابت خاص داریم امرای پاکستان و پاکستان یگانه رقیب ماست و همیشه شکستشان دادن. انشالله با توکل خدا باز هم شکستشان میتیم چون امسال بچه های خیلی خوبی امرای ماست و بچه های ما آمادگی خاص دارن برای مسابقات پاکستان. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید به ورزشکاران تا حد توان زمینه فراهم نموده است و قسمی که تیم الف کرکت افغانستان توانست در مقابل تیم الف کرکت پاکستان به برتری برسد، بایسکلرانان نیز بتوانند پیروز شوند. این مسابقه جداست از مسابقه کرکت، منتها در سلسله مسابقات است که بین پاکستان و افغانستان برام افتاد. امیدوار هستم این مسابقات ورزشی بتونه در ایجاد رابطه بهتر و در ایجاد فضای صمیمی بین دو کشور از طریق ورزش و به سطح مردم البته کمک بکنه. فدراسیون بایسکلرانی افغانستان میخواهد که تیم پاکستان نیز در آینده به افغانستان بیاید و با ورزشکاران افغان مسابقات دوستانه را برگزار کنند. ورزشکاران افغان میگویند چنان که تیم الف کرکت توانست کشور میزبان را شکست دهد، نیز بتوانند در این مسابقات دستاورد خوبی داشته باشند و دستپور به کشور برگردند.
وحید رافعی ساپای، تلویزیون آشنا، کابل. این بود داشته های برنامه امروز ما در بخش دری. همکارم برشنا مرخیل در نیم ساعت بعدی با تازه ترین خبرها در بخش پشتو میزبانتان خواهد بود. تا فردا، خدا نگهدار. ټول د حقیقت په لټه کې دي. د امریکا غږ د یوې باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او